مرحله سوم از طرح تسهیل ازدواج خانه مودت با برگزاری مراسم باشکوهی در شهر مقدس کربلا پایان یافت. مرحله سوم از این طرح عظیم روز گذشته با برگزاری جشنی در شهر مقدس کربلا با تکریم از 60 جوان برنده در قرعه کشی به کار خود پایان داد. این جشن با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، اجتماعی، دولتی، خبرنگاران، هنرمندان، خیرین و جمعی از فعالان حقوق بشری همراه بود. به گزارش شیوز، در حاشیه این مراسم برنامه آموزش مهارت‌های زندگی شامل آموزش‌هایی درباره بهداشت خانواده توسط چند تن از اساتید و کارشناسان به زوج‌های جوان ارائه شد. همچنین حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرضا معاش از وکلای مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی دامزله مباحثی را در زمینه اخلاق و ارتباط بین زوجین برای عروس و دامادها بیان کرد. طرح خانه مودت با هدف آسانسازی ازدواج برای جوانان و ریشه‌کنی معضل تجردگرایی راه اندازی شده است. در این طرح بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب جوانان با همکاری خیرین عراقی کمک‌های مادی و فکری در اختیار آنها قرار داده می‌شود تا ازدواجی آسان‌تر داشته باشند. مرحله سوم این طرح عظیم همزمان با ماه رمضان با پخش ویژه برنامه تلویزیونی از شبکه امام حسین علیه السلام 2 به زبان عربی برگزار شد. هر قسمت از این برنامه با حضور یکی از هنرمندان و شخصیت‌های اجتماعی عراقی به صورت زنده بر روی آنتن شبکه امام حسین علیه السلام رفت و تا پایان ماه مبارک رمضان 60 جوان عراقی به قید قرعه برنده دریافت کمک هزینه ازدواج به ارزش 2,000,000 دینار عراقی شدند. شایان ذکر است مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام یکی از مؤسسه های مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی مدظله در کشور عراق است.